هزار و یک شب. چون شب 201 برآمد، گفت ای ملک جوانبخت، قمر الزمان کردار نیک مرزبان را سپاس گفت. پس از آن همی رفتند تا به شهر در آمدند و مرزبان او را به کاروانسرای فرود آورد. سه روز در آنجا براسودند. آنگاه قمر الزمان را به گرمابه اندر برد و جامه بازرگانان بر وی بپوشانید و از برای او تخته رمل زرین بساخت و استرلابی زرین فراهم آورد. آنگاه با قمر الزمان گفت: برخیز و در پای قصر ملک ایستاده ندا کن که من شماردان و ستاره شناسم، هر که مرا خواهان باشد باز نماید. چون ملک آواز تو را بشنود، تو را بخواهد و به نزد دختر خود که معشوقه توست بفرستد. چون دختر ملک تو را ببیند، جنون او برود و پدرش به سلامت او شادان گشته او را به تو تزویج کند و مملکت بخش کرده نیمه آن را به تو دهد که با خود پیمان بسته و این شرط را سوگند خورده. پس قمر الزمان اشارت مرزبان بپذیرفت و از کاروانسرا بیرون شد و تخته و استرلاب با خود همی برد تا به پای قصر ملک غیور بایستاد و ندا در داد که علم شمار بدانم و ستاره بشناسم، گمشده ها بجویم و پوشیده ها بگویم، کیست مرا خواهان باشد. چون مردم شهر این سخن بشنیدند و دیرگاهی بود که رمال ندیده بودند، همگی بر او گرد آمدند و نظر بر او کردند. در خوب رویی و شمایل بدیع او به شگفت اندر ماندند و عقولشان حیران بود و با قمر الزمان گفتند: ای خواجه، تو را به خدا سوگند همی دهیم که طمع از کابین کردن دختر ملک غیور بردار و این کارها به طمع او مکن و نظر به این سرهای آویخته بینداز که خداوندان آنها همه در سر این کارها کشته شده اند و طمع ایشان را به هلاکت انداخته. قمر الزمان سخن ایشان را ننیوشیده آواز بلند کرده و همی گفت که من ستاره بشناسم و طالبان را به مطلوب نزدیک کنم. مردمان بر او خشم آوردند. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. به روایت شهرزاد فتوحی، تنظیم از مجتبی میرسمیعی.